امروز ما مشکل داریم با مسئله حجاب، نمیدونم باید چه کار کرد. باید یک ستاد مقتدر برای بررسی مسئله حجاب به وجود بیاد، افرادی با اختیارات کامل و با امکانات کامل بنشینند راجع به این مسئله مهم چاره جویی بکنند. اون مسببه شورای عالی انقلاب فرهنگی سالهای سال خاک میخورد، هرچی هم ما گفتیم کسی گوش نداد. بعد حالا حرفش داره زده میشه، ولی ده بیست دستگاه رو مسئول کردن برای این کار. خب این با این وضعیت هر کسی میگه خب دست من نیست، اون میگه دست اونه، اونم میگه دست اونه، اونم میگه دست اونه. باید چاره جویی کرد، اوغلای قوم باید بنشینند یه راه حلی پیدا بکنن. ولی بالاخره کارهایی میشه. من گفتم، بازم گفتم، بازم میگم، کارهای شدنی داریم. من مسئولین اجرایی رو مقصر میدونم، اینجا اعلام میکنم که اینا مقصرن. دلیلش هم اینه که تو دستگاه‌های خودشون میتونن حجاب رو رایج کنن. اینه کسی منکره؟ میتونن منکر بشن؟ یه کارمند رو میتونن بگن که با حجاب بیا تو اداره، با حجاب بیا تو مدرسه، با حجاب بیا تو بیمارستان، با حجاب بیا تو دانشگاه. میشه این کار یا نه؟ چرا نمی کنن؟ همش که مسئله خیابون نیست. خیابون حالا بر خود نیروی انتظامی کار میکنه، اجرهم علالله، من تشکر میکنم از نیروی انتظامی، حد اکثر تشکر، خوب کار میکنن، مردم کار میکنن، ولی همش نباید باری انداخت گردن اونا. این کار شدنی، کارهای شدنی از این قبیل هست، نمی کنن. حالا ما امرو ماه مبارک روز رمضان حرف خودمون رو میزنیم، حجتمون رو تمام میکنیم، از این میگذرم. مسئله دیگه که مسئله مهم منه، مسئله فتنه است. در این شرایط جدید متاسفانه که چراغ سبز نشون دادن به اینا و با کلمه اعتدال و امثال اینا اینا رو امیدوارشون کردن، اینا شروع کردن بیان عناصر مطرود، عناصر سابقه دار، بعضی هاشون محکومیت دار، بعضی وقتشون زندان رفته، کسانی که برای در فتنه مردم اینا رو میشناختن، تو دانشگاه جاهای دیگه میدونستن اینا چیکار دارن میکنن. اینا یک یکی را راهشون باز شد و امیدوار شدن که بله بتونن بیان و جاهای دیگه پست‌ها رو اشغال بکنن، از جمله دانشگاه‌ها که کادرسازی نظام را به عهده دارد بیان اونجا رو اشغال بکنن. وقت بعد اگر حالا یه عده را اینجا اونجوری که دلشون میخواست تربیت کردن، هیچ کس دیگه نمیتونه باشون برخورد بکنه. این مسئله جدیه. من کارهایی که اینا دارن میکنن، من یکی که اینا رو میگن، انتصاب افرادی که در قائله 18 تیر 78 و فتنه سال 88 نقص مؤثر داشتن. این یک، انتصاب افراد بدون استعلام از مراجع قانونی و یا انتصاب در عین مخالفت مراجع مذکور. اینا چیزاییست که مستند هست به من میدن و اینا رو برای من نوشتن مستند. تلاش برای بازگردوندن محکومین و افراد مؤثر فتنه 88 که توسط مراجع قانونی اخراج شده اند و یا به دلیل ترس از محاکمه و مجازات خود تقاضای بازنشستگی کرده اند. چاروی برکناری عناصر مؤمن در دانشگاه علی رغم فرمایش صریح ولی امر مسلمین، انتصاب افراد مسئله دار به جای اونها. پنجم، ادامه سرپرستی رؤسای دانشگاه هایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی نیاورده اند
یعنی شورای انقلابی اینا رو قبول نداشته، اینا هم سرکارن، سرپرستی میکنن. این چه دهن کجیه به شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ این چه دهن کجیه به مجلس؟ خب بعدش افراد اینجوری یکی یکی میان سر کار و پرسای مختلف را اشغال میکنن، بعدم حالا یه حرفای میزنن. من نمیدونم حالا مجلس این چه برخوردی بود کرد. خب این باید عمل بشه. من شنیدم به من گفتن که اومدن گفتن این کارو میکنیم اون کارو میکنیم این کارو نمیکنیم اون کارو نمیکنیم، اینا باورشون اومده. خب حالا امیدواریم که اینجور باشه، ولی بنده بشه شخصا باورم نمیاد. اون کسی که در اول کار خودش نشون داد هویت خودش مشخص شده.